بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت نمازگزاران مسجد مقدس جمع کران، میهمانان امام زمان علیه السلام، عرض تبریک و شادباش داریم به همه شما عزیزان. فرارسیدن سال روز میلاد سراسر نور قطب عالم امکان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. چند نکته احکامی راجع به بحث ترک وطن عرض میکنم. زیاد اتفاق میفته برای افرادی که به واسطه ضرورت و شغلی یا به هر دلیل دیگه ناچار میشن یا تصمیم میگیرن که وطن خودشون رو برای یک بازه زمانی ترک کنن. مثلا کسی مأموریت شغلی بهش میخوره از شهر خودش که چند سالی بره در یک شهر دیگه زندگی کنه، یا افرادی برای ادامه تحصیل، دانشجویان، طلاب از وطن خودشون، وطن اصلی خودشون مهاجرت میکنن به یک شهر دیگه، و یا اینکه بعضا خانمها ازدواج میکنن به یک شهر دیگه، همسرشون وطنش جای دیگه است و از اونجا مهاجرت میکنه و میره در وطن همسر زندگی میکنه. اینها سوال میکنن که آقا ما وقتی برمیگردیم وطن پدری، حالا برای دید و بازدید یا به هر دلیل دیگه، آیا وقتی برمیگردیم اینجا باید نماز رو شکسته بخونیم، کامل بخونیم، روزه میتونیم بگیریم، نمیتونیم بگیریم؟ حکم به وطن پدر ما بعد از مهاجرت چیست؟ آیا باز همچنان وطن پدری وطن محسوب میشود یا نه؟ عرض میکنیم که طبق نظر مشهور مراجع معظم تقلید از جمله مقام معظم رهبری، ترک وطن یا اصطلاحاً اعراض از وطن به واسطه قصده. یعنی شما بایستی تصمیم بگیرید، قصد کنید که دیگه از این وطنی که وطن اولتونه اعراض بکنید و دیگه بگید آقا من برای زندگی اینجا نمیام، اگر بیام برای دید و بازدید مثلا. اگر قصد ترک وطن کردید، برای دیگه وطن پدری وطن شما نیست. خانمی که شوهر کرد و رفت، گوه من دیگه برای زندگی اینجا نمیام، اصلا بنا ندارم، قصد ندارم، اینجا رو دیگه وطن نخواهند دانست، اینجا برای میشه ترک وطن، احراز وطن محسوب میشود و شما هر وقت برمیگردید به منطقه پدریتون، اگر قصد ترک وطن کردید، دیگه اون وطن پدری وطن شما نیست. اما بسیاری از افراد اینطور نیستن، یعنی آقا ما قصد ترک وطن نکردیم، بله چند سالی میخواییم بریم. یا حتی خانم هایی که شوهر میکنن به شهر دیگه، اینا میگن بله ما رفتیم، ولی حالا به هر دلیلی اگر شرایط جور بشه دوست داریم برگردیم وطن پدری زندگی کنیم. بذار عرض میکنیم که اگر قصد نکردید، نه، همچنان وطن پدری رو وطن بدانیم. این نظر مشهور مراجع معظم تقلید است. اما حضرت آیت الله مکارم و مرحوم آیت الله صافی، این دو بزرگوار نظر دیگری داشتن. ایشون فهمیدن، دو بزرگوار میفهمیدن علاوه بر ترک وطن قصدی، ما ترک وطن قهری هم داریم. یعنی خانمی که شما شوهر میکنید به شهر دیگه، میدونی دیگه به احتمال زیاد نمیایی، چون قصد داری برای همیشه با شوهر در شهر دیگه زندگی کنی، لذا این میشه ترک وطن قهری. از شما دیگه وطن پدری رو وطن ندان، هر وقت اومدی اینجا که مسافر داری، جز این قصد دهه بخونه دیگه حرف دیگه است. لذا بایستی مقلدین این دو مرجع بزرگوار دقت داشته باشن که اگر که این حالت رو هم دارن، قهرن ترک وطن هم کردن، دیگه وطن بیداری وطنش نخواهد بود. حضرت آیت الله مکارم بفرماین که کسی که قصد داره به عبارت تا 5 سال آینده حداقل 90 روز در وطنش نباشد، یعنی 3 ماه، این ترک وطن محسوب می شود. و اگر از اول بدونه که الان داره میره و تا 5 سال آینده سالی 90 روز نخواهد آمد، از همین الان ترک وطن کرده و از الان دیگه که وطنش نخواهد بود. عزیزان ما در قسمت وقف مهدوی امشب هم تشریف دارن، برادران و خواهرانی که دوست دارن نامشون روز واقفان شبستانهای در حال ساخت مسجد ثبت بشه، میتونن انشاءالله به درب 1 قسمت وقف مهدوی مراجعه بفرمایید. خدا انشاءالله در فرج امام زمان تعجیل بفرماید و توفیق زندگی در دولت حضرتش و نصیب و روزی همه ما بگرداند به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.